لیوارد نام فیلم مستند داستانی است که در مورد پرواز 752 است. مهمان این قسمت محمود زیبایی است. این فیلم به کارگردانی عاطفه فرهنگ کیا ساخته شده. به این دلیل که فیلم هنوز پخش نشده و اکران نشده زیاد به این فیلم نمیپردازم و بیشتر به انجمن PS 752 در گفتگو با محمود زیبایی خواهم پرداخت. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. محمود، در مورد این مستند داستانی که آماده شده کمی توضیح بده که به کارگردانی عاطفه فرهنگی کیاست؟ اصلاح طلب که نیست که؟ نه، اصلاح طلب نیستن، یک در واقع شهروند عادی هستن، شهروند ایرانی عادی هستن. نه خب شهروند عادی ایرانی چگونه میتونه در مورد یک موضوع به این مهمی که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی انقدر حساس روش تصویر برداری کنه، فیلم برداری کنه، با توجه به اینکه خب قبل از مصاحبه داشتیم صحبت میکردیم بخش زیادی از این مستند در ایران تصویر برداری شده، مصاحبه‌ها داخل ایران بوده، این چجوری بوده که سیستم امنیتی دست نذاشته؟ من اگر بخوام یه مقداری برگردم به عقب، باید برگردم به در واقع اون تایمی که زمانی که من برای گرفتن پیکرهای همسر و دخترم در واقع و برگزاری مراسم در تهران به ایران سفر کردم و خیلی اتفاقی با این مستندساز آشنا شدم که خب مثل تمام مردم خوبی که اون زمان با ما همراه بودن و حتی بعدش با ما همراه و همدل بودند، میخواست که کاری انجام بده. این شاید اون در واقع پاسخ بخش اول سوال شما باشه که مردم عادی چجوری در واقع میتونن این کار رو انجام بدن. بله، اونهایی که دغدغه دارند، اونهایی که میخوان همراهی کنن، همدلی کنن، درد رو میشناسن، قاعدتا اینها در زمره همون مردم عادی قرار میگیرن. و به هر حال پیشنهاد تو همون هفته سومی بود که من ایران بودم، پیشنهاد ساخت یک فیلم مستند رو داد و خب مصاحبه ها هم اونایی که قرار بود با من انجام بشه تو همون روزهای پایانی، روزهای آخری که من در ایران بودم انجام شد. و یادم هست که حالا اینم یه بخش دیگه از در واقع چیزی که شما فرمودین که خانواده‌های دیگه، یادم هست که از بعداً از تعداد دیگری از خانواده‌هایی که در ایران بودند، چون هدفشون بیشتر خانواده‌هایی بود که در ایران بودن، از اونها هم خواستن که توی این مستند مشارکت داشته باشن، شرکت کنن و فکر کنم که بیشتر اون زمان به خاطر احتیاط بیش از حد یا احتیاط به صورت کلی در مورد امنیت و از این قبیل مسائل بود که در واقع خانواده‌ها اونهایی که باشون تماس گرفته شد نپذیرفتند و به همین دلیل هستش که اون بخشی که مربوط به در واقع پرواز PS 752 هست بیشتر در واقع به بنده و حالا به عزیزان بنده میپردازه. اگر میخوان که بیشتر در تو فیلم توضیح بدم یا اینکه سوال در مورد فیلم میام، فقط یه سوال قبلش بکنم، چون که حامد اسماعیلیون هم گویا پول داده بود واسش فیلم مستند و سینمایی بسازن، این به اون فیلم ارتباطی داره یا نداره؟ بعد به دو جشنواره راه پیدا کرده این فیلم. آره اول بگو که ارتباط داره به اون مستندی که اسماعیلیون پول داده بود در موردش بسازن یا نه؟ هیچ ارتباطی نداره. اون فیلم مثلا در واقع هم داستانش مشخص است، هم اینکه اصلا زمانی که آقای بابک پیامی کارگردان اون فیلم خواستن که کار رو شروع بکنن، قرار بود که خانواده‌هایی که حداقل خانواده‌هایی که در کانادا هستن، بیشتر در تورنتو هستن، حتی رفتن مصاحبه هم کردن با بسیار از خانواده‌ها، اون راشای اصلی و اینا رو تهیه کردن، ولی بعداً تصمیم گرفتن که هیچ کدوم از خانواده‌ها نباشن و خود آقای اسماعیلیون ظاهراً باشه. در جریان هستی چرا این تصمیم رو گرفتن؟ اون یه داستان خیلی در واقع مفصلی داره که نمیدونم در این بحث ما میگنجه یا نه، چون به هر حال انجمن داستانهای خاص خودش رو داره. و آره یکی از در واقع دلایلش این بود که آقای بابک پیامی یه شرکتی رو رفتن ثبت کردن در کانادا برای مشخصاً برای این فیلم و بعد یک قراردادی رو گذاشتن جلوی خانواده ها که توی اون قراردادش خیلی قرارداد به اصطلاح خودم زمخت بود برای کسانی که عزیزانشون از دست دادن. محتوای قرارداد این بود که هر چی محتوا دارید در رابطه با عزیزانتون بعد به ما بدین. حالا این محتوا میتونه حتی از پیام تکست، پیام‌های متنی باشه تا مثلا چه میدونم یه تیکه نقاشی که روی مثلا کاغذی کشیده شده. و نکته جالبش این بود که تمام مالکیت معنوی این محتواها در اختیار اون شرکت و در واقع میشد مالکیت اون شرکت و یه بخش دیگه از اون متنی که گذاشته بودن جلوی خانواده ها این بود که حتی اگر این شرکت بعداً واگذار بشه باز نفر بعدی هست که مالک اینها هست. و خب یکی از کسایی که اعتراض کرد بنده بودم که در حال خانواده ها اون زمان هم به من این رو انتقال دادن که ما تمام آن چیزی که داریم، مثلا یه پدری اومد گفتش که من بچم اون زمانی که کودک بوده روی مقوا نقاشی میکشیده و تمام الان زندگی من این هست، اینها خاطراتی هست که دارم، حالا من مالکیتشو بدم. و به هر حال من اعتراضی کردم، گفتم این متن رو درست کنید. اتفاقی که افتاد این بود که یک جلسه خیلی تندی گذاشته شد، خود آقای اسماعیلیون بود، خانم شهناز مرتب بود و یک نفر دیگه فکر کنم آقای نیمان یستانی بود و به من بسیار توپیدن که نه شما چه حقی داشتین، اصلا اومدین آقای بابک پیامی در واقع داره زحمت میکشه، تو باید بیای از بابک پیامی عذرخواهی کنی. و البته اونجا من گفتم که من به یه شرط این کار رو انجام میدم، شرطش هم این هستش که ایشون این متن رو عوض کنه. ایشون حاضر به عوض کردن متن نشد و در نهایت خانواده ها رو، بقیه خانواده ها رو از اون فیلم حذف کردن. این داستانش. هر وقت که صحبت از پرواز 752 میشه بدون اینکه آدم اصلا بخواد به سمت شامورتی بازی ها و کثافتکاری های حامد اسماعیلیون و دار و دستش میره. حالا مفصل در ادامه برنامه بهش خواهم رسید. این فیلم مستند داستانی که ساختید به یک جشنواره رفته و به یک فستیوال رفته، چند دقیقه در موردش صحبت کنم که بعد بیام سراغ موضوعات انجمن. یه نکته هم قبلش بگم، من اصولا هر وقت که با تک تک بازماندگان هواپیمای 752 صحبت کردم و مصاحبه کردم، مصاحبه‌ای خیلی سختی بوده واسم به این دلیل که این افراد جگرگوشه‌هاشون رو از دست دادن، این افراد پاره‌های تنشون رو از دست دادن. هرچند که تک تک افرادی که در اون پرواز که با موشک سپاه به قتل رسیدن عملاً پاره های تن تک تک ما بودن، جگرگوشه های تک تک ما بودن. مصاحبه کردن با بازماندگان پرواز 752 اصلا کار ساده و راحتی نیست، اما به این خاطر که شغل من روزنامه نگاری است، وظیفه من پرسشگری است، مجبورم که خیلی صریح و رک مصاحبه بکنم. این مصاحبه کردن و این صراحت و رک بودن رو روی بی احترامی به خانواده، روی بی احترامی به افرادی که دارم باشون گفتگو میکنم نذارید لطفاً. و چند دقیقه در مورد این مستند داستانی که کار کرده لطفاً بفرمایید. خواهش میکنم. البته اینو عرض کنم که من اتفاقا این صراحت رو خیلی دوست دارم و استقبال میکنم ازش. ولی در رابطه با فیلم به طور کلی این فیلم چند تا محور اصلی داره که خب یکیش در واقع فاجعه پرواز P752 هستش، ولی بحث اصلی تر فیلم اینه که اساساً چرا شرایط برای ایرانی ها، هموطنهای ایرانی به گونه ای رقم میخوره یا به گونه ای هست که برای بسیاری راهی جز مهاجرت ندارن. یعنی بحث مهاجرت و دلایلش یکی دیگه از بحث هاست. و خب از اونجایی که به دلیل حفظ امنیت عوامل سازنده فیلم و خب یه در واقع زمانی هم برخورد کرد به بحث پاندمی و مدت کار متوقف شد، فیلم یه محور دیگه هم توش لحاظ شد چون طولانی شد و اون محور همون تحولات مربوط به انقلاب ملی بود بعد از قتل مهسا امینی. و خب به طور کلی اون چیزی که توی فیلم هست برایندش، این به نظر من بسیار مهمه، برایند فیلم برایندی هست که به امید و آگاهی در واقع ختم میشه. امید برای اینکه حتی اگر مصیبتی وارد میشه بتونی راه رو پیدا کنی و راه درست رو پیدا بکنی و اون در واقع غم رو یا غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کنی و نهایت این که این راه رو به دیگران هم نشون بدی. و خب وقتی که یه در واقع قشری، ملتی، مردم وقتی آگاه میشند نهایتا میتونم بگم که نتایج خوبی، مثلا دیگه قاسم سلیمانی ها باز تولید نمیشن اگر مادران آگاهی در یک جامعه باشن. و کسی دیگه نمیتونه اونها رو به عنوان قهرمان ملی جا بزنه و اینکه این چرخه جنایت یه جایی باید متوقف بشه. اتفاق خوبی که امسال توی در مورد در واقع این مستند داستانی افتاد این بود که برای شرکت در واقع ابتدای در جشنواره جاگران هند انتخاب شد و تو اون جشنواره حالا شرکت کرده که هنوز البته بس که برگزار نشده و در امریکا هم نامزد جایزه بهترین فیلم در فستیوال جهانی فیلم یا همون یونیورسال فیلم فستیوال در کانزاس سیتی امریکا شده که فکر کنم مراسمش از 26 تا 28 سپتامبر امسال برگزار میشه. نکته آخری که میخوام عرض کنم در رابطه با فیلم که بسیار مهم هست اینه که این فیلم اصلاً با رویکرد و هدف کاسبی و کسب درآمد ساخته نشده، چون اساساً بنده هم عوامل فیلم هم همینطور اعتقاد به این دارن که درد فروختنی نیست. نمیشه شما دردت رو توی پکیجی جمع کنی و به مردم بفروشی و مخصوصاً اینکه در واقع این یه جنبشه ولی مخصوصا که این درد جنبه شخصی هم داشته باشه، یعنی درد عمومی هست ولی یه جنبه شخصی داره. اگر چیزی هم باید از لابلای این درد و رنج بیرون بیاد اون امید به زندگیه به نظر من و نگاه به آینده و آگاهی و بیداری هست که از این رنج حاصل میشه. زنده باد. چه جمله خوبی. درد و رنج فروختنی نیست. ای کاش اسماعیلیون و دیگران هم میدونستن که از درد و رنج نباید کاسبی کنن، نباید از خون زن و بچه خودشون کسب شهرت کنن، کاسبی کنن و از کشته شدن و یا بهتر بگم به قتل رسیدن فرزند و همسر خودشون کربلایی بسازن و هر روز رو برای مردم بخوان محرم بکنن. میرسم سر اسماعیلون مفصل میرسم، چون که گفتی از صراحت استقبال میکنی، خب دستم راحت باز گذاشتی که خیلی راحت‌تر خیلی سریع‌تر از ما بقیه مصاحبه‌ام بام صحبت کنم. آقا زمانی که ایران بودی در بانک مرکزی کار کردی، در پرونده بابک زنجانی جزء کسانی بودی که معتمد بانک مرکزی بودی، در دادگاه مقابل قاضی سرباتی نشستی، هر وقتم که فرقه جنون میخوام بهت حمله کنن به این موضوع میپردازن. یکم در مورد این صحبت کن که چه جوری معتمد قوه قضاییه بودی که روبروی قاضی سرباتی نشستی و بعد جزء مدیران انجمن PS 752 بودی. چی شد که اصلا جزء مدیران شدی که بعد بیام سراغ ما بقیه مسائل؟ خب بحث در واقع بابک زنجانی اتفاقا از اون مواردی هست که نقطه قوت بنده هست. یعنی خب من به عنوان کسی که در حوزه کاری خودم در بانک مرکزی کارشناس بودم و در حوزه بانکداری بین المللی بخش پیام رسانی، سیستم های پیام رسانی مثل سویفت و اینها به هر حال حرف داشتم برای گفتن. زمانی که اون زمان یادم هستش که بابک زنجانی یک چند ماهی در زندان بود و خب ازش چیزی در نیامده بود و بعد اومدن سراغ بانک مرکزی و یک تیمی از بانک مرکزی تشکیل شد، از بنده هم دعوت شد. این تیم که میگم در واقع تصمیم بانک مرکزی بود، تصمیم قوه قضاییه نبوده و از بانک مرکزی یک تیمی تشکیل شد، بنده هم دعوت شدم و قبول کردم. علت قبول کردن من اون زمان هم یادمه که این رو هم به همکارام و حالا به کسایی که در جریان این ماجرا بودم گفتم. علتش این بود، یک آدمی اومده دست در دست سپاه و وزارت اطلاعات اومده اموال مردم رو، نفتی که مال همه مردم هست، حتی اون پیرزن و پیرمرد کپرنشین مال اون هست، این رو برده، دزدیده و شما به عنوان یک شهروندی که اصلا فارغ از هر گرایشی، اگر که یک شهروند دغدغه‌مند باشید و بتونید کاری انجام بدید، بتونید ببینید اصلا این پولا کجاست، ببینید که این در واقع چه اتفاقی افتاده، به نظر من یعنی در اون زمان کار بسیار درست کردم و اتفاقا خطراتی که کردم، یعنی اون زمان همه میدونن این رو که اصلا اگر سپاه پاسداران نبود، اگر وزارت اطلاعات نبود، چون در واقع نفر سوم پرونده حمید فلاح هروی ایشون از مدیران سابق وزارت اطلاعات بود، جاده صافکن آقای بابک زنجانی بود، بنده و البته اون در واقع چند نفر دیگه در تیم همواره با اینها درگیر بودیم، همواره با سپاه درگیر بودیم و خب به هر حال من یه چیزی حدود شاید بیش از 1.5 سال روی اون پرونده کار کردم. به نتایجی که رسیدم، اون نتایج شد گزارش، اصلا ربطی هم به قوه قضاییه نداره. من هیچ وقت در واقع مستقیم با قاضی سلواتی اصلا صحبت نکردم. ما توی در واقع دادگاه یک جایگاهی برای کارشناسان بود که اونجا گزارش کارشناسیمون ارائه میدادیم، همین. اوکی، پس هیچ ارتباطی با نیروی امنیتی یا قوه قضاییه نبوده. شما کارشناس بانک مرکزی بودید بنا به گفته خودتون که در اون دادگاه بودید، درسته؟ بله. اوکی، خب بله. بیام سراغ انجمن PS 752. از ابتدا این انجمن اصلا مشکل دار بود؟ ابتدا شاید در واقع به این صراحت نتونیم بگیم در ابتدا، اصلا اینجوری باید بگم خدمتتون که قرار نبود که اینطور باشه. آخه نگاه کن محمود، کسی نمیدونم رأی گیری کردید که حامد اسماعیلیون سخنگوی شما باشه؟ اصلا چجور شد که سخنگوی شما شد و سر از رسانه ها در آورد و کم کم تبدیل شد به سخنگوی تک تک شما؟ و بعد نمیدونم در سال بعد، در سالگرد اون فاجعه حکومتی، خیلی از خانواده ها رو در مراسمی که برای فرزندان اونها، برای همسر و فرزندان اونها گرفته بود، راه نداده بود. چرا؟ چون که از انجمن اومده بودن بیرون، مثل مرزاد و نمیدونم مثل شاهین مقدم و دیگران. اصلا که رأی گیری کرده بودید؟ ببینین نظر بعد در رابطه با اینم برگردم به عقب. ببینید همونجور که من قبلا هم اشاره کردم که توی فرایند شکلگیری انجمن خانواده‌های پرواز PS 752 من از ابتدا حضور داشتم، حتی زمانی که شکل نگرفته بود. اصلا این تفکر در واقع یکی دو تا جلسه که در منزل یکی از در واقع همون کسانی که جز خانواده های پرواز بودن برگزار شد، این تفکر ایجاد شد. و خب بعدا یکی از مؤسسان اولیه و عضو هیئت مدیره موقت هم بودم و حتی مسئول کمیته مالی هم تا یه زمانی بودم. و خب اما چی شد که همون ماهای اول من اومدم بیرون از انجمن، اومدم بیرون و کار به اینجا کشیده شد. خب بعضیا فکر میکنن که و میگفتن، الان هم شاید بعضیا بگن که مثلا اینها خصومت شخصیه یا مثلا دعواهای درون گروهیه، درون خانوادگیه، که اصلا اینطور نیست. اصلا بحث من با شخص ایشون یه بحث شخصی نیست، از اولش هم بحث شخصی نبوده. بحث ما در مورد شفافیت، صداقت، مسئولیت پذیری، پاسخگو بودن، یعنی اینها بود بحث ما، که بعد ابتدا هم این بحث ها داخلی مطرح شد. بسیار بسیار ما سعی کردیم با ایشون صحبت بکنیم و ایشون رو بیاریم سر راه که نیومدن. خب ببینید درسته که ما داغ داریم، مردم هم با ما همدلی و همراهی کردند و میکنن، ولی اولا این دلیل نمیشه که بگیم چون من داغ دارم ازم سوال نپرسین. چون داغ دارم حق دارم که پاسخگو نباشم، اما حق دارم طلبکار باشم. اونم کی؟ اونم از ملت. یه نمونه خیلی ساده اما پررنگ و به زعم من شرم‌آور، برلین، تجمع برلین. هنوزم پرسش‌های بی پاسخ زیادی در مورد اون تجمع بی‌نظیری که ملت ایرانی‌ها با تمام قلبشون و برای همدلی و همراهی با انقلاب ملی که تو سرزمینشون بود اومدن، هنوز سوالاتی وجود داره. نمیشه که فقط توی سود با شریک باشی و بگی تجمع برلین دعوت من بوده، اصلا هنر من بوده، بعدش که گند زدید، به اعتماد مردم گند زدید، یا بگی مثلا حالا گروه کالکتیو بوده من اصلا نبودم. اینجوری نمیشه. ایشون قبل از تجمع چند ده هزار نفری تورنتو، چون تو تورنتو هم یه تجمع برگزار شد که تو اونم اتفاقا اشک شوقم میریخت، حتی توان برگزاری تجمع 1000 نفری تو شهر خودش هم نداشت. این اعتبار رو درست نیست که از مردم بگیری و برای خودت خرج کنی و وقتی همون مردم ازت جواب میخوان رو بکنی اونور، اصلا انگار نه انگار. من با چی مخالفم؟ من با فریب دادن مردم، با سوء استفاده از اعتمادشون، تاریک کردن فضا و فروختن جنس مبتذل و بنجل و تقلبی به مردم. از این من بود داخل اون پروسه‌ای که داخل انجمن سمت داشتی، خودت عوام فریبی نکردی، مردم رو فریب ندادی. به هر حال همون موقع هم کسانی بودن که مخالف شما بودن، مخالف روند کاری شما بودن، مقابل شما ایستاده بودند. من واقعیتش اینه که تقریبا از همون 2-3 ماه اول راه هم اصلا از انجمن جدا کردم و رفتم سایت ریسمان یا رویش سبز مام ایران رو تأسیس کردم که کار حقوق بشری انجام میداد و توی اون سایت تنها جایی هستش که شما میتونید خاطرات شفاهی بانو فاطمه سپهری رو گوش بدید، خاطراتی که از زندان داشتن، چون برای ما در واقع میفرستادن و به همین دلیل بود که همیشه سعی میکردم توی اون فضایی که فضای سوء استفاده است وارد نشم، به خاطر اینکه نمیشه ما انتظار داشته باشیم که در واقع همیشه ملت در سوگ ما با ما اشک بریزن، حس همدلی صادقانه‌شون رو تحریک کنیم و بعد دست بکنیم تو جیبشون برای به اصطلاح دادخواهی و بعدش هم در واقع بگیم جواب بهشون ندیم. اصلا اساسا از ابتدا تفکر اسماعیل، الان امیدوارم اینطور نباشه چون الان به هر حال میبینم یه فرقایی کرده، الان حالا مثلا اون قبل همیشه چیز نیستش، ولی تفکرش از همون ابتدا این بود که باید از مردم اشک گرفت، یعنی همون چیزی که جمهوری اسلامی هم سالهای سال با مردم انجام داده. آقا چراغا رو خاموش کن، مردم رو مشغول عزاداری کن، جیبشون رو بزن و همین سادگی. این دیگه از این فرمول ساده تر که مردم هم باش آشنا هستن وجود نداره. در مورد دادخواهی هم که حالا کارنامه خیلی خوبی هم ندارن، ولی در واقع این بود داستان. حالا میگم از ابتدا قرار ما این نبود، قرار اون انجمن دنبال کردن 3 هدف بود. یک اینکه از خانواده ها در واقع حمایت کنن، ساپورت کنن خانواده های داغدار PS 752 رو. دوم اینکه در واقع دادخواهی در مورد پرواز PS 752 رو انجام بدن و سوم اینکه نگه داشتن یاد و نام و خاطره. شاید تو این آخری اونم به هر حال سال یه بار اینا یه مراسم میگیرن، البته تو اون مراسم هم خوشبختانه تصویر بچهای ما رو هم نشون نمیدن و اصلا مهم هم نیست، چون من خودم بهشون گفتم شما اصلا به هیچ عنوان از تصویر و هر محتوایی که اسم عزیزان من هست استفاده نکنید، مهم هم نیست. محمود از سه تا راهکار، یعنی از 3 هدفی که داشتن چقدرش رو انجام دادن، چند درصد موفق بودن؟ ببینید فقط تو آخری اینا در واقع سال یه بار یه مراسمی میذارن، اونم به خاطر بعد رسانه‌ایشه دیگه، اونم بعد رسانه‌ای، یعنی اگه این رسانه‌ها نبودن که اصلا کار اینجوری هم انقدر در واقع بولد نمیشد، این موضوع بولد نمیشد. ولی توی مثلا مهمترین بخش این مورد دادخواهی هم اینا کارنامهشون سیاست. خب در واقع اومدن چیکار کردن؟ اول که یه سری اقدامات فاجعه باری رو انجام دادن به اسم دادخواهی و دادخواهی رو در واقع به بیراهه بردن. هنوزم سعی میکنن دروغ بگن، هنوزم با خانواده ها رو راست نیستن و سعی میکنن، شخص ایشون سعی میکنه که نقش دادخواه موفق، سلطان دادخواهی رو بازی کنه. نه اینطور نیست. اینا از همون ماهای اول به بهانه اینکه خانواده ها تو ایران تحت آزار و اذیت و شکنجه و این چیزا هستند، خانواده ها رو سوق دادن به سمت ویزا و گرفتن ویزا و پناهندگی و اقامت. اصلا خود آقای کوروش دوستشناس مسئول این کار شد. ما توی یک جلسه ای همین فکر کنم سال گذشته بود که وزیر امور خارجه کانادا حضور داشت، اومدن داشتن پیگیری میکردن، هم آقای کوروش دوستشناس داشت بحث ویزاها رو پیگیری میکرد. ایشون یه چیزی گفت من اصلا تعجب کردم، گفت اون 200 نفری که اپلای کردن رو ما هنوز داریم بررسی میکنیم. یعنی شما 200 نفر از خانواده ها، حالا تو این خانواده ها مثلا دوست دختری بوده که فقط در حد همین که خودش اومده گفته دوست دخترم یکی 2 تا عکس و یه فیلم و اینها آورده و از تو داخل همون انجمن بهش در واقع دعوتنامه دادن، یکی از مدیران انجمن دعوتنامه داده و اون دوست دختر اومده در کانادا، حالا به اینم بسنده نکرده، اومده درخواست کرده که غرامت اون فرد. شما چه کار کردید با دادخواهی؟ همه رو درگیر این موضوعات کردید، موضوعات اصلی دیگه اصلا همه چیز شده. خب حالا این یه بخشش. بخش دیگه یه دادخواهی که مهمتر از این هست، حالا این اصلا اهمیتی به نظر من آنچنان نداره، ولی بحث همین دادگاه لاهه، به قول اینا میگن دادگاه لاهه که مردم ندونن، دیوان دادگستری بین المللی، اینا در این رابطه هم لاپوشونی کردن این موضوع رو. ببینین همین الان شکایت در جریان هست دیگه، شما برید در سایت ICJ، همون دیوان بین المللی دادگستری، در سایت ICJ 4 تا کشور هستن که درگیرن دیگه، کانادا و اوکراین، سوئد و انگلیس، شکایتشون اونجا هست، در واقع طرح اولیه شکایت. اومدن 6 تا شرط، یعنی در واقع 6 تا درخواست کردن از ایران، 6 تا درخواست کردن. این 6 تا درخواست چی است؟ اول اومدن گفتن آقا به صورت از ایران، یعنی ایران باید این کارها رو انجام بده. آخر شکایت میشه این، ایران باید این کارها رو انجام بده. یک، اول به صورت علنی بیاد عملکرد نادرست خودش رو، خطای بین المللی خودش رو همونجور که ادعا شده بپذیره. خب ایران پذیرفته، ایران در واقع همون بعد از 3 روز اومده پذیرفته، گفته من زدم. فرق این پرواز با MH17 مثلا اینه، پرواز هواپیما مالزی، روسیه هنوزم نپذیرفته که من زدم، ولی اونجا ایران پذیرفته. بعد دوم اومدن گفتن به صورت علنی ایران باید به صورت علنی از شاکیان و خانواده های قربانیان عذرخواهی کنه. شما برین توی در واقع همین رکورد هایی که در رابطه با پرواز هست، روز 3 همون زمانی که اعلام کردن و ستاد کل اعلام کرد که ما زدیم پرواز رو، توی بیانیه‌اش عذرخواهی کرده، عذرخواهی عمومی کرده، در 3 بار تو اخبار پخش کردن این بیانیه. پس این رو هم ایران میاد میگه من انجام دادم. 3 گفته تضمین بده ایران که دیگه همچین اتفاقی در آینده نمیفته، مدیریت ریسک انجام میشه، اقدامات اساسی برای این کار بگی که انجام دادیم. خب اینم که ایران تو گزارشش اومده گفته آقا چشم من انجام دادم دیگه، مدیریت ریسک هم درسته دیگه، نمیزنیم هواپیما. این 3. 4 این که تعهدات قانونی خودش رو تحت کنوانسیون مونترال، از جمله تعقیب یا استرداد مجرمان و نمیدونم اینا، اونا رو تحت تعقیب قرار بده. خب ایران میاد میگه که من 10 رو از این کسایی که درگیر بودن آوردم، 20 جلسه براشون دادگاه گذاشتم، خانواده هم اومدن باشون خیلی هم خوب برخورد کردیم توی دادگاه و نهایتاً بر اساس در واقع اون حوزه قضایی که ایران هست ما حکم دادیم. و این رو هم و یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، بحث استرداد، شما جایگاه دادگاه لاهه یا دیوان دادگستری بین‌المللی اصلا این نیستش که استرداد مجرم رو بخواد، یعنی نمیتونه همچین کاری بکنه و ایران هم همچین کاری نمیکنه. 5 و 6 خیلی جالب تره. 5 اینه که وسایل که اومدن حالا اون بلدوزر با بلدوزر خراب کردن و یه سری وسایل رو بردن، حالا به قول اینا وسایل مفقود شده قربانیان، اینا رو بازگردونه. موبایل شکسته، نمیدونم لپتاپ شکسته، به چه دردی میخوره؟ به هیچی. آخریش و به نظر من این رو این 4 دولت و به ویژه کانادا از قصد اینو گذاشتن آخر، چون میدونن که افرادی مثل ما حساسیت بالایی داریم. آخریش چیه؟ دادن غرامت کامل به همین در واقع شاکیان برای خسارات مادی و معنوی که بهش میگن ریپریشن. خب تمامش همینه دیگه. حالا شما بیا بگو من دادخواهی کردم، من دادخواهی کردم. اگه واقعا دادخواهی اینه، شاید من اشتباه میکنم. خب نگاه محمود، دادخواهی از نظر تو چیه؟ چون خیلی ها میان این اتهامو به شما ها میزنن که شما نمیدونم دنبال پول بیشتر یا دنبال دیه یا غرامت هستید یا میخواید از خون زن و بچه‌تون نمیدونم پول بیشتری در بیارید. قبل از که پاسخ بدید در مورد اسماعیلیون بارها به کرات در سالها که در یک سال 2 که سرکلش پیدا شده، از همون زمانی که سرکلش پیدا شد گفتم که آقا به باور من حامد اسماعیلیون احمد گریان دادخواهی ایرانه، همونطور که احمد خمینی در دهه 60 بهش میگفتن احمد گریان، همه جا نشسته بود گریه میکرد و ترحم واسه خودش و پدر جنایتکارش میخرید، اینم نشسته گریه میکنه و ترحم میخره. آقا دیه میخوای، چی میخواد؟ الان تعریفت از دادخواهی چیه؟ فقط خیلی کوتاه بگو که چون که 3 دیگه هم دارم. من خدمت رو عرض کنم قبلش که من امروز که اینجا در خدمت شما هستم، نه از ایران، نه از هواپیمایی اوکراین و نه از هیچ جای دیگه هیچ غرامتی هنوز نگرفتم تا اینکه این در واقع موضوع مشخص بشه. دادخواهی چی هست؟ سوال اصلیتون و در واقع رسیدن به اون دادخواهی مد نظر چی هست؟ اولا اینکه مشخص بشه که در اون شب چه اتفاقی افتاده. کاملا مشخص میشه که چه اتفاقی افتاده. نه دولت کانادا این ارزه رو داشت که این کار رو انجام بده و نه به حرفهای ما گوش داد، چون ما ارتباطاتی داشتیم، ارتباطاتی در واقع گرفتیم که به بعضی از این پرسش ها تونستیم جواب بدیم یا جوابش رو پیدا بکنیم. بحث پرونده‌ای بود که در دادگاه ایران بود و اینها. این یکی از مهمترین بخش‌های دادخواهیه. مهمترین بخش مهم دیگه‌ش اینه که این زنجیره جنایت، زنجیره‌ای که فرقی هم نمی‌کنه که جنایت فقط زدن هواپیما نیست، کشتن بچه‌های مردم فقط در خیابان نیست، جنایت‌های دیگه‌ای هم وجود داره. این زنجیره جنایت در واقع تموم بشه. کی تموم میشه این زنجیره جنایت؟ وقتی اون نهاد اصلی که ریشه ظلم، ریشه فساده، اون کنده بشه. و الا دادخواهی که حالا میان بعضیا میگن اصلا اسم دادخواهی رو هم به نظر من خراب کردن. این چیزی که اینا میگن آخرش اینه که شما یه پولی بگیرید و بعدش هم برید به سمت زندگیتون. اصلا بر من شخصا ببینید وقتی کسی فرزندش رو به ویژه از دست میده، ارتباطش با آینده قطع میشه. وقتی حالا والدین اون مسیر زندگیشون طی میکنن و از دنیا میرن، شاید یه جوری ما با گذشتمون یه ذره ارتباطمون قطع بشه، ولی برای من آینده‌ای وجود نداره. برای من همینه، این راهیه که باید برم حتما و تا آخرش هم هستم. زنده باد. در یک جمله اگر بخوای حامد اسماعیلیون رو تعریف کنی، با توجه به اینکه گفتی از نزدیک باش در انجمن کار کردی در ماهای اول، بعد ازش جدا شدی، حالا بنا به دلایلی که خودت گفتی آقا به این دلایل ازش جدا شدم، اومدم کنار مابقی خانواده ها ایستادم، در یک جمله اگر بخوای حامد اسماعیلیون رو تعریف بکنی. خیلی سخته در یک جمله بخوایم. تو شما یه پاراگراف بگو، یه جمله سخته، پاراگراف. ببینید، درسته که ما با این فاجعه یه آسیب غیر قابل تصوری دیدیم، اینقدر این داغ بزرگه که شاید بعضی اصلا نتونن حتی این رو تصورش بکنن و همونجور که عرض کردم ارتباط ما با آینده یه جورایی قطع میشه. اما اگر انتظار پاسخگویی داریم، باید خودمون به اندازه مسئولیت همون پاسخگو باشیم. من به شخص انتظاری که از اسماعیلون دارم اینه که از برج عاج خودش بیاد پایین و بعد از 4 سال دیگه این بازی شهرت طلبی مسخره رو تموم کنه و حاضرم در یک فضای عمومی و کاملا دوستانه در برابر ملت بشینیم، چون دیگه ببینید فقط سوالات من نیست، سوالات ملت هم هست و سوالاتمون رو که الان عرض کردم دیگه سوال شخصی هم نیستش، از ما سوال شخصی نداریم، اینها رو پاسخ بده. شاید اون اعتباری که از فاجعه پرواز 752 ایشون با بیرحمی و با خودخواهی از بین برد، دوباره بتونه به جامعه برگرده و فکر نمی کنم این برای یک همدرد انتظار بیش از حدی باشه. محمود، اون پاسخ همون نگرفتم که آیا رأی گیری کرده بودید؟ داخل یه جمله کوتاه که بهم بگی ممنون میشم. چی شد که اصلا شد سخنگوی شما؟ اصلا چی شد که رسانه ها اومدن سمتش به عنوان سخنگو باش صحبت کردن و چرا از روز اول دیگری نیامد؟ یا اینکه نمیدونم شما شاهین مقدم، دیگران چرا نیامدید؟ چرا حامد اسماعیلیون اومد وسط؟ بله ببینین، وقتی که قبل از اینکه پاسخ بدی، قبول داری که خودتون هم یک سهمی داشتید در اینکه از یک شخصی که حالا هیچ کس نمیشناختتش به ایران تردد میکرده، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته کتاباشو منتشر میکرده، مجوز میگرفته، حمایت میکرده از اصلاح طلبان، نمیدونم در ایکسش بنا و در بلاگش بنا به اسکرین هایی که شهروندان نگران و شهروندان پرسشگر رفته بودن پیگیری کرده بودن و منتشر کردن. خب حامی اصلاح طلبان و جمهوری اسلامی بوده، خودتون ازش یک هیولا ساختید دیگه. ما نساختیم، رسانه ها ساختن. در واقع ما از ابتدا هم با این جریان مبارزه کردیم، با جریانی که یک نفر اصلا بعداً من رسیدم به این که این انجمن یک اشتباه بود. چرا یک اشتباه بود؟ برای اینکه شما وقتی که یک نهادی رو میاری، این انجمن قرار بود یک انجمن همسر باشه، ولی وقتی که درست شد این دوستان رفتن و تو هیئت مدیره جا گرفتن. تو هیئت مدیرم سوالتون رو جواب بدم چه جوری شد؟ حدود 105 نفر یا شاید 115 نفر کلن از خانواده ها که میگم هر جانباخته میتونه 2 نفر عضو داشته باشه، عضو اصلی داشته باشه که بتونه رأی بده. اینها اومدن بجز دوست به سر دیگه نه، در بعضی موارد چون آخه نمیدونم یه سری اتفاقات مثلا در انجمن افتاده یارو همونجور که خودت اشاره کردی حالا 1 هفته 2 هفته با یه نفر بوده، بعد اومده گفته من دوست پسرش بودم، الان نمیدونم سمت داره و پست داره و که اصلا نمیدونم اصلا اینجور چیزا، اون رأی دادن دوست پسر و دوست دخترم محسوب میشه یا نمیشه؟ اصلا همونا هستن، اصلا سیستم جمهوری اسلامیه، اونها آدم‌های اصلی هستن، یه عده‌ای هم که آدم‌هایی هستن، افرادی هستن که ساکتن، خاکستریان، کاری ندارن. یه عده‌ای افراد هم هستن که خیلی هم اونا تعدادشون زیاد نیست، کف و سوت و نمیدونم این چیزا میزنن، هورا میکشن و این چیزا. اینها اکثرا رأی دارن، اینها رأی دادن و اگر اشتباه نکنم فکر میکنم حدود 100 تا رأی حامد اسماعیلیون آورد و بعد نفرات بعدی بودن تا 9 نفر. من اصلا اومده بودم بیرون از اون جمع اومده بودم بیرون و اصلا در یعنی که قبل از این که اصلا رأی گیری بشه حامد اسماعیلیون رسانه‌های فارسی زبان سعودی به عنوان سخنگو معرفیش کرده بودند. اصلا اوایلش اینطوری بود که حامد اسماعیلیون پیام میداد، تکست میداد به ما یا زنگ میزد، میگفت امروز مثلا برای BBC 1 نفر رو میخوام، 1 نفر برای ایران اینترنشنال باید بره مصاحبه کنه. یعنی در واقع ایشون خودش رو بولد کرد، چون دنبال این میگشت، حامد اسماعیلیون دنبال اون شهرت میگشت، دنبال فضایی میگشت. شاید البته اینها رو باید نمیدونم احتمالاً بره روانپزشک اینا رو بررسی کنه، من در جایگاهی نیستم، ولی ظاهر بیرونیش این بود که دنبال اون فضایی میگشت که بتونه اون شهرتی که میخواد. یه زمانی کتابی مثلا مینوشت یا کتابایی مینوشته اصلا کسی تحویلش نمیگرفته، در 7 آسمان نویسندگی 1 ستاره هم نداشته و خب امروز اون فضا رو پیدا کرده، میتونه بیاد مثلا کتاب سفیدم بذاره بگه که اینو حامد اسماعیلیون نوشته و بعدش بگن حالا برید مثلا بخرید بفروشید. منظورم به این هست که قبل از این که ببین خانواده ها چجوری رأی دادن، خانواده ها که شناخت نداشتن، خانواده ها مثلا جواد سلیمانی رو نمیشناختن، حامد اسماعیلیون رو نمیشناختن، با توجه به فعالیتشون در رسانه ها هر کی بیشتر وکال بود، هر کی بیشتر حرف زده بود اومدن رأی دادن. اوکی خب متوجه شدم، آره متوجه منظورش شدم، خیلی هم درست و جامع و کامل گفتی. این نقش رسانه است که خیلی وقتها خیلی از اشتباهات، خیلی از هیولاها رو رسانه میسازه، خیلی از خمینی هایی که به جون ملت و به جون انقلاب ملی میافتن رو رسانه ها با ندونم کاری و با کارهای غلط و اشتباه و غیر اصولیشون میسازن. چند درصد فکر می‌کنی جمهوری اسلامی در انجمن PS 752 حضور داره؟ چقدر جمهوری اسلامی اونجا حضورش ملموسه و تسلط داره یا اینکه اصلا هست؟ درصد بهم بگو. تقریبا نه، تقریبا 100%. به خاطر اینکه دلیلش رو خدمتتون عرض می‌کنم، به خاطر اینکه به هر حال عده‌ای هستن که در اون گروه فکر می‌کنم نزدیک 240 نفر هستن توی گروه تلگرامی که دارن، عده‌ای که در اون گروه هستن، بعضی هاشون اینها هنوز هم دل در گروه نظام دارند و در اون گروه هستند و ارتباط دارند و خب مشخصه که وقتی در یک گروهی باشی که کسان دیگه هم باشند، از تمام آن چیزی که اتفاق میفته، از تمام صحبت‌ها، چت‌ها و اینها، از همه اطلاع داره جمهوری اسلامی. من اصلا شک ندارم که کاملا اطلاع دارم. به عنوان سال آخر در 3 کلمه اگر بخوای حامد اسماعیلیون رو تعریف کنی، به هر حال یعنی بدون خودسانسوری، بدون مراعات چیزی، بخوای در 3 کلمه حامد اسماعیلیون رو تعریف بکنید یا یعنی اینکه 3 تا صفت بخوای بهش بدی، به هر حال در تنهایی خودت بوده که 3 تا صفت بهش بدی، 4 تا صفت بهش بدی یا اینکه طوری خطاب بهش بکنی که در اون 3 کلمه بهش شخصی دیگر، سوم شخصی، بتونه ماهیت و هویت این شخص رو متوجه بشه. میخوای تا داری فکر میکنی چند دقیقه فکر میکنم چند دقیقه فکر کن تا من این جمله رو بگم. تا اینجای برنامه اگر اومدید شما فکر کن، شما فکرتو بکن، من برنامه رو پر میکنم. تا اینجای برنامه اگر اومدید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اگر بیرون از ایران هستید این پایین سوپر چت و تانک رو بزنید تو از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنید. مجله تصویری سینما رکس بدون حمایت های مالی شما قاعدتا نمیتونه تداوم داشته باشه. من روزنامه نویسم و شغلی به غیر از روزنامه نویسی ندارم و در این یک سال و نیم دو سال گذشتم که تصمیم گرفتم از مدیای فارسی بیام بیرون. سرمایه گذار برنامه‌هایی که من دارم میسازم تک تک شما هستید و افتخار میکنم که سرمایه گذارم مردم کشورم هستند، نه عربستان و دیگر کشورها و نهادها. میشنوم محمود، شاید کلمه خوبی نباشه، منتها همه کلمه ها خوبن، کلمه ها به وجود اومدن که من و شما ایرانی ازشون استفاده کنیم در زبان فارسی، در نتیجه کلمه بد نداریم. بفرمایید. بله، چیزی که در واقع هست استفاده میشه و ما هم به این نتیجه رسیدیم، اون دو کلمه بیشتر نیست و این که دیکتاتور دادخواه. زنده باد. مرسی. در پایان قبل از اینکه اون پایان اصلی و همیشگی برنامه رو بگم، آقا ملت شریف ایران هر چی که میخواید باشید باشید، اما شکل و شبیه محمد جواد ظریف، مسعود رجوی، محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی و حامد اسماعیلیون نباشید. هر چی دیگه که باشید میتونید بدون تردید مفید باشید. البته شبیه خمینی هم نباشید. ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران درد و بلاتون همچین مشتی به جون ما بخوره که جنگ زده تک تکتون هستم. محمد تنگستانی، جنگ زده تک تک شما، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت غمزه است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.